صادق مجیدزاده، یکی از ورزشکاران بسیار خوب ما در این بخش برنامه با ما هست و آقای مجیدزاده در بخش مبارزات آزاد کار کردن و در این بخش بسیار فعالیت کردن، مبارزاتی که داشته و قهرمانی‌هایی که کسب کرده و همچنان معاون سازمان FPAC در که مربوط پلیس میشه، اگر نامش هم اشتباه نگفته باشم، اونجا هم فعالیت داره. بیشتر در باره فعالیت‌هایشان و دستاوردهایی که در این رشته داشته انشالله صحبت میکنیم. آقای مجیدزاده سلام، صبح خیر. سلام، صبح خیر به شما بینایوان تلویزیون صبح فردا. سلام علیکم. صادق مجیدزاده هستم، یکی از قهرمانان وزارت داخله. بله. و معاون سازمان FPAC پلیس. بله. خادم و خدمتگزار مردم افغانستان و غلام ورزشکاران در افغانستان. خیلی سلام. چقدر از خودگذری، چقدر شکست نفسی به اصطلاح عامش دیگه. در کل ورزشکاران قسم هستی شما یک اخلاقی قسمی دارین آقای مجیدزاده؟ نه، تمام ورزشکاران ان شاء الله به این شکل هستن. شکست نفس هستن تمام ورزشکارای می و خیلی بله. خیلی خب آقای مجیدزاده، برای تو از شروع کنیم. طبق روال برنامه شما باید یک تعریفی از ورزشان داشته باشین که ورزش آزاد چیونه ورزش است. ورزش مبارزات ورزشی است که فهمیدی کلا از هر نگاه باید آماده باشی. ورزش مبارزات آزاد دست و پا است، زیرزمینی است، استاد پا است و در رشته باید از امکانات خاص باید برخوردار باشی، مثل پهلوانی، جیجیتسو، بوکس. رشته هایی است که باید تکمیل باشی باز وارد شید مبارزات آزاد، یعنی MMA. باز خودتان چه مدت میشه اینجا در این بخش این رشته کار کردین آقای مجیدزاده؟ من مدت 10 سال میشه رشته تکواندو تمرین کردیم نزد دلهای دکتر ماستر سپوت خوشحال سبدی و بعدا فعلا دیگه رشته مبارزات و MMA برای طرفدارین رشته دنیا است که رو آوردیم به مبارزات آزاد. چه مدت میشه در این رشته آمدن باز؟ 10 سال. چهار سال. 10 سال میشه تکواندو تمرین میکنم و 4 سال میشه MMA. یکی تکواندو یک از رشته‌های بسیار خوب است. بله. یکی که برگزار میشه، طرفدارانی که داره و در کل مبارزات مسابقات جهانی بسیار بزرگی برگزار میشه و طرفداران بسیار زیاد هم داره. بله. یکی شما 10 سال اون رشته رو تمرین کردین، باز تغییر رشته دادین. حالا یگانه رشته MMA که از خشن است و شما خشن دوست دارید؟ بله، هم تمام رشته خشن دوزم دیگه رو بودیم و مبارزات آزاد. چون دیگه تکواندو تمرین کردیم کلش استاد پا بود دیگه، با بعدم کیک بوکس تمرین کردم چند مدت، باز بعد از اون رو بودم به مبارزات آزاد یا MMA. آقای مجیدزاده، در ترکیب مبارزات آزاد کدام ورزش هست؟ خب شما گفتین دست و پا. باید از رشته های از تکواندو اینه پای کار میشه، بوکس، پهلوانی، جیجیتسو، رشته های باید ترکیب و مکس است. بله. مسابقاتی که داشتین آقای مجیدزاده، هم یک داوری بکنین در داخل کشور. خب مطمئنن مسابقات زیاد داشتین، برین از کشور کجاها تا حال رفتین مسابقه داشتین؟ کشور پاکستان بود که من حایز کمربند شدم، در شهر پشاور بود. این کمربندی که پیش ما است مربوط اون آمه شده؟ بله، سازمان شاد از کمربند اگر بگیرن. این کمربند از کشور پاکستان گرفتین، درباره خود اون مسابقه اگر یک جزئیات بگین. سازمان تیم FC بود که من عریف پاکستانی خود شکست دادم و حایز کمربند شدم. بله. این چه وقت بود؟ نمی وقت ها بود؟ در سال 2018. خیلی عالی. و غیر از کشور پاکستان که این کمربند بسیار افتخار بزرگ هم که با خود آوردن، یک جای کجاها دیگه مسابقه داشتن؟ کشور ترکیه هم بود که ما در نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودم که مقام سوم کسب کردم. خیلی عالی. و هم از مبارزات آزاد بود دیگه؟ نه، تکواندو بود. تکواندو. خب یعنی 10 سالی که اونجا زحمت کشیدین، حداقل هم دستاورد دارین دیگه؟ بله. خیلی عالی. بسیار یک مدال قشنگ است و یک شادی بگیرم در کل همین چهارچوکاد هم پشت که داره همه قشنگ است، یک شاد بگیرین. من از داخلی هم بکشم. خب اصل مدال اینا هست دیگه؟ بله. خیلی عالی. با دیده مدال های دیگه است که داخل خود افغانستان کسب کردیم که 17 مسابقه کردیم بدون شکست. بله. خب این مدال ها رو بگیرین. خب در رابطه با این مدال هم صحبت بکنین. این شاید مربوط به تکواندو میشه. تکواندو میشه. بله. متفاوت ها رو نشان بدید. عکسش هم نمی که
یک لغت زده دیگه فهمیده میشه که مربوط به تکواندو میشه. خب در رابطه به این مدال هم صحبت بکنیم. این مدال در رشته می بوده که از رشته می که مقام اول کسب کرده ولی خود شکست بود. بله سر عالی. خب یک مدال دیگه هم که هست که متفاوت است. یا هم از رشته چیز تک مبارزات آزاد. بله سر عالی. خیلی عالی. کلش یک دستاورد است که کلش قهرمانی است که بدون شک برای بعد از آوردن تک تک اینا اینجا شاید برای ما و برای کسایی که میبینن فقط یک دیدن باشه. من که مثلا این مدال پیشتر به دست خود گرفتم فقط همین که یک وزن سنگین تری هم دارم مقبول قشنگ معلوم میشه که آدم میخوانه بگیره یک جای بونه بر من به می حدش. ولی شاید آقای مجزادر نمیفهم چقدر عرق ریختیم واقعا چقدر زحمت زیاف کشیم تا که مدال مقام سیم برای افغانستان کسب کردم. خیلی باید دیگه بخوابی بکشیم گوشنگی بکشیم زحمت بکشیم زحمت ها خدا داره. بله بله. خب آقای مجزادر در رابطه با سازمانی که فعلا داریم که در FPFC بله. این سازمان FPFC سب دوره جسته شده وزارت داخل است که من خوشبختانم اون سازمان FPFC پلیس هستم و کمپ ایدال جواد مسابقات برگزار میکنیم که چندین در مسابقات گرفتیم. خوشبختانه بیندای زیاد در سازمان FPFC پلیس و یک مباد مسابقات کیک بوکس داریم در سازمان FPFC پلیس که مسابقات ما در راست سرش بس داریم. بله. این سازمان که یاد کردین کدام رشته ورزشی رو کار میکنه یا کلش شامل میشه؟ کل شامل میشه. از ما کس سازمان FPFC پلیس ما چندین حدود 200 الی 300 کلاب تحت نظر ما سر صاحب خوشحال سروری هست که کلگی ورزشکار و قهرمان افغانستان با نامش آشناست مربوط وزارت داخله میشه که ما تمام رشته ها برگزار میکنیم در سازمان FPFC پلیس. اعضای این سازمان از نیروهای امنیتی باید باشه یا عام است؟ نه عام است. این که سازمان پلیس مگفتم فقط مربوط نیروهای امنیتی میشه دیگه؟ نه عام است. خب تنها در کابل هست یا در سایر ولایت ها؟ ولایت ها عام است. فعلا کم ما در خود کابل موقع داره. بله. برنامه که امروز شما در حال مثلا برنامه ریزی رو یونو هستین که بخیر کدام مسابقه بزرگ را در ولایت ها یا داخل افغانستان یا کدام همانی هم میشه در بین از کشور شما قهرمان ها را بفرستین کدام برنامه هستی روزا؟ روی برنامه مسابقات خارجی و بین المللی بین مرزی ما هم صحبت داشتیم برای سازمان FC کشور مصر که برای ما پیشنهاد داده که ما شما را میخواییم در اونجا میخواییم و فایتر های بین مرزی دیگه مشکل از اینجا بخواییم جز پاکستان و ایران نه و کشور خارجی دیگر نگرده داخل افغانستان دیگه ما مسابقات بین المللی هم برگزار میکنیم انشاءالله. بله. خیلی عالی. یک چند تا تقدیرنامه یا حکمای قهرمانی که آقای مجزاده هم از مسابقات مختلف تانستن بگیرن ما از آن نشان بدیم یک صحبت شود. گرچن همه اینا تخت نامه و مدال هایی که هست به عنوان یک نمونه چند تا اینا نشان داده شد دوباره اینا صحبت بکنین چه مسابقات کیک بوکس دوره دوم گرفته بودیم که رئیس شیر محمد هاشمی در حضور داشت یک باز مرا تقدیر تشویق خود یک تقدیر نامه داد از خود رئیس کیک بوکسینگ. یعنی در بخش کیک بوکس هم فعالیت کردیم. بله. می مربوط چه مسابقه میشه؟ این مسابقات دوش بود که ما مقام اول کسب کردم. یعنی در دویش هم هستیم دیگه؟ بله مسابقات ورزش های پنجگانه بنیانگذار ورزش های پنجگانه مؤسسه صاحب خوشحال سروری است و بنیانگذار بوکس عرفایی در افغانستان هم است که من از اونها تامین میکنم. ما این دفعه میخوایم سوال خود را تغییر بدیم آقای مجزاده این رقم پرسان بکنیم که در کدام رشته ورزشی در کدام بخش ورزشی که شما تا حال فعالیت نکردین یا اونجا دستاورد ندارین شما بر ما بگید یا شاید در رشته ورزشی نباشه شما نرم ما در تمامش فعالیت کردیم. بله سلام جز کیک بوکس مسابقه نکردیم خود تامینات چک کردیم. بله یک شاد از اینا هم بگیرن دوستان اینا مربوطه اون سازمانی که یاد کردیم سازمان خودم است که ما دو بار اول ما برگزاری کرده بودم و ما رئیس سازمان برای ما لوی تقدیر نصیب کرد. سپاس. خب در رابطه با برنامه های و مسابقاتی که در داخل کشور دارین در پیش رو صحبت کنین. یک مباد انشاءالله مسابقات پیش رو داریم که ولایتی است استادا و شاگردا میتونن در اشتراک کنن دیگه انشاءالله روی کار است بین همه ولایت ها هست. بله هم ولایت ها تمام ولایت ها است. بله بسیار
یک شخصا خودتان کدام هماهنگی شده بغیری که تا حال در پاکستان یک مسابقه داشتین و در کنارش در ترکیه یاد کردین که این روزا شما کنم مسابقه بیرون از مرز داشته باشین؟ بله، مسابقات کشور مصر دادم سیما باد انشاءالله که حریف مصری خود وارد قفص میشم. خیلی عالی، سه ماه بعد است انشاءالله. سه ماه بعد انشاءالله، بدون شک که در سه ماه بعد در یک برنامه دیگه هم در کنار دستاورد که اینجا هست یک دستاورد دیگه هم انشاءالله اضافه میشه. انشاءالله. بله قول میدید میگه انشاءالله عزت از الله در دست پروردگار از اگر انشاءالله الله عزت داد به جهد نمیتوان انسان به عزت بسازه. بدون شک. بله خب آقای مجدزاده، شما زمانی که در کشورهای خارج میرین در مسابقات باز هم مسابقه هم که مبارزات آزاد است یا بله مبارزات آزاد است خاصی برگزار نه سازمان رو فرق میکنه چون که هر دعوتی که از در سازمان شب اون رشته باید فایت کنه. این شما از طرف سازمان AFC کشور مصر دعوت شدید انشاءالله. خیلی عالی آقای مجدزاده، با این همه افتخارات ورزشی که دارین و سالها و سالها در رشته‌های مختلف ورزشی کار و فعالیت کردین، من می‌خوام شما صحبت بکنید درباره اصل خود فایده ورزش. یک اصطلاح است که تقریبا بارها خیلی جا بحث میشه و شنیده شده و نیاز به خیلی گفتن هم ندارد، اما از دیدگاه ای که شما سالها و سالها وقتتون را در این قسمت آمدین صرف کردین و خیلی هم زحمت کشیدین، می‌خوام از دیدگاه شما تا حال همین 10 سال که داخل گفتن یک رشته کار کردیم 4 سال 5 سال دیگه یک رشته دیگه، تا حال فوایدی که شما از ورزش گرفتین چی فواید جسمی مربوطشان میشه یا چه فوایدی که مربوط روح روان تان از اونها گرفتین چی فواید گرفتین تا حال؟ ورزش خب یک اصل است که انسان باید ورزش کنه، به اما ورزش با صحت و سلامت انسان است، همین که تن ما درست است همین بهترین ثروت است. بله دیگه و این همی که تصاورت میریم به کشور خارجی فایت میکنیم، مسابقه میکنیم، پریز میشیم و مردم افغانستان ما رو تشویق میکنیم، این برای ما کلان سرمایه است. بله نیاز به دیگه سرمایه مالی و دیگه نداریم ما. بله این همی که اگر هموطن ما رو تشویق میکنه برای ما میهم احمد چیز است. بله خیلی عالی، واقعا خیلی عالی، صحبت بسیار خوبی در کل داشتیم. در اخیر هم میخواییم که اگر کدام صحبتی پیامی برای کسایی که شما را میبینن، خصوصا اگر کدام پیام تشویقی برای یک تعداد هموطنان و جوانان ما شما که ورزش نمیکنن یا علاقه ندارن داشته باشین. ورزش به صحت سلامت هر فرد مفید است، باید ورزش کنه و ما یک پیام خاص دارم به مردم افغانستان که بیان قمگری و قمپرسی نکنید، چون خودم یک تاجک هستم، جان خدا فدای هزاره میکنم، جان خدا فدای پشتون میکنم، جان خدا فدای ازبک میکنم، قمگری و قمپرسی نکنیم. ماشاءالله خیلی عالی، بدون شک همه ما متحد با وحدت در کنار همدیگر برای توسعه کشور انشاءالله کار خواهیم کرد. خیلی تشکر از شما، تشکر از برنامه شما که ما دعوت کردیم.